درود بر شما دوستان عزیز و نازنینم امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید نمونه سوال آزمون زبان پایه دوازدهم انگلیسی با ابوذر بخش پنجم اگر به این موضوع و محتوا علاقمند هستید ازتون دعوت میکنم به ادامه این ویدیو توجه بفرمایید پشت کار داشته باشید امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید بنده ابوذر حسنوند اموزاده هستم دبیر زبان انگلیسی نمونه سوال زبان پایه دوازدهم بخش B، گرامر دستور زبان گرامر سوال پنجم شکل صحیح فعل داخل پرانتز را در جاهای خالی بنویسید چهار نمره دقت کنید دوستان هشت تا جمله هست شکل صحیح افعالی که در داخل پرانتز قرار داده شده باید در جای خالی بنویسیم با توجه به شرایط گرامری که در جمله اتفاق افتاده هر جای خالی نیم نمره داره جمله اول There was a fire at the hotel last week یک آتش سوزی در آن هتل هفته پیش هفته پیشین هفته قبلی اتفاق افتاد وجود داشت دقت کنید last week مربوط به زمان گذشته ساده است تو of the rooms دو تا از اتاق ها تو damage. damage یعنی آسیب دیدن خسارت دیدن دو تا از اتاق ها اینجا ببینید تو of the rooms نشون میده که فعالی که در ابتدا اومده فاعل کننده کار نیست بعد جمله مجهول مجهول در زمان گذشته ساده است با توجه به اینکه این مفعولی که نائب فایل هست جمع هست باید از افعال کمکی واز یا ور استفاده کنیم چون اینجا جمعه از ور استفاده میکنیم شکل سوم فعل دمیج میشه دمیجد پس ور دمیجد دو تا از اتاقها آسیب دیدند ور دمیجد میشه جواب صحیح این جمله این سوال دو تا از اتاقها آسیب دیدند به دو تا از اتاقها آسیب زده شد جمله دوم My little brothers برادران کوچک من تو سکول به مدرسه By my mother توسط مامانم مادرم everyday هر روز to take take بردن گرفتن است دقت کنید دوستان اینجا everyday every با روز بیانگر زمان حال ساده است by هم نشون میده که جمله مجهول هست my little brothers جمع هست برای زمان حال از am is are استفاده میشه از is و are استفاده میشه r اینجا چون جمع هست از are استفاده میشه r به علاوه قسمت سوم فعل بیقایده take take took taken پس میشه are taken are تیکن برده میشوند به مدرسه توسط مامانم هر روز مامانم هر روز برادرای کوچکترمو به مدرسه میبره جمله سوم he جای خالی to use the car whenever he needs to do his business to allow allow اجازه دادن باز هم دقت کنید اینجا he فاعل هست he و مذکر هست to use استفاده کند از آن اتومبیل whenever هر زمانی که he needs to do his business او باید کارش رو انجام بده او مجبور کارش رو انجام بده او باید کارش رو انجام بده he is allowed he is allowed بازم جمله مجهول هست he is allowed او اجازه داره که استفاده بکنه از اون ماشین هر زمانی که میخواد کارش رو انجام بده بیزنسش رو انجام بده بیزنس کار تجارت بازرگانی جمله چهارم there is a new building in the neighborhood در این حوالی در این همسایگی یک ساختمان جدید وجود دارد the workers کارگران خب to build ساختن درست کردن it on را very well بسیار خوب خیلی خوب بسیار خوب build شکل سومش میشه build build built پس اینجا به این صورت تکمیل میشه The workers کارگران have built it آن را کامل کردند آن را ساخته اند very well خیلی خوب اینجا کاربرد زمان حال کامل یا ماضی نقلی است فاعل به علاوه have یا has به علاوه قسمت سوم فعل build یک فعل بیقاعده است که قسمت سومش میشه built جمله پنجم must the bill دقت کنید اینجا یک فعل کمکی رو داریم بیل صورت حساب ماست به معنی باید تدی امروز تو پی به معنی پرداختن شکل اولش میشه پی پرداختن شکل دومش میشه پید پرداخت و شکل سومش میشه پید پرداخته شده ماست the bill برای جملات مچول بعد از افعال مودال در واقع افعال وچی یا افعال کمکی باید یه بی استفاده بکنیم به قسمت سوم فعل پس اینجا جای خالی میشه بی پید ماست بیل بی پید تدی آیا صورت حساب بایستی امروز پرداخت شود پرداخت شود تو پی پرداختن پرداخت کردن ششمین جمله مای مادر مادرم never هرگز هر فینگر انگشتش را وایل در حالی که working کار کند with a knife با یک چاقو کاما دازشی مگه نه این طور نیست تو کات فل تو کات به معنی بریدن رو باید استفاده کنیم دوستان دقت کنید اینجا اینجا دقت کنید ما یک کاما رو داریم بعد از یک جمله جمله اصلی رو داریم یک کاما رو داریم علامت سوال رو داریم اینجا عبارت های الحاقی گرامر درس اول زبان پایه دوازدهم استفاده شده شی که فائل هست زمیری هست که به جای مای مادر استفاده شده اینجا نکته کلیدی اینه که وقتی که جمله اصلیمون مثبت تک منفیه و برعکس از روی نور میفهمیم که جمله اصلیمون منفی قید نور هرگز پس تک مثبت شده اینجا داز رو داریم پس فعلی که اینجا میاد باید زمان حال ساده باشه کات Cut میشه کاتس My mother never cuts her finger. مامانم هرگز نمی بره. انگشتش رو while working with a knife. زمانی که با یک چاقو داره کار میکنه. داسی مگه نه اینطور نیست. Cut به معنی بریدن قطع کردن هست. Cut down the trees. قطع درختان. هفتمین جمله The windows پنجره ها by them توسط آنها last night دیشب شب گذشته to break به معنی شکستن هست خب شکستن خورد کردن break یک فعل بیقایده است broke شکل دومش هست broken شکل سومش هست اینجا ببینید چون last night رو در جمله داریم بای رو هم داریم جمله مچهول مچول در زمان گذشته هست پس the windows were رو میاریم با توجه به اینکه مفعول یا نائب فاعلمون کننده کار نیست جمله مجهول هست جمع هست باید ور رو استفاده کنیم به علاوه broken were broken by them last night توسط آنها دیشب شب گذشته آن پنجره ها شکسته شدند هشت it's not surprising یعنی تعجبی نداره که when زمانی که you شما that این نکته رو He only arrived three ago. او درست رسید سه ماه قبل. Ago یعنی از پیش. To consider در نظر گرفتن ملاحظه کردن که خود consider اینجا جواب صحیح میشه. Consider یعنی در نظر گرفتن ملاحظه کردن. Consider در نظر گرفتن ملاحظه کردن. تعجبی نداره زمانی که در نظر بگیری که او درست سه ماه قبل رسید. این نکته رو مد نظر قرار بدی نمونه آزمون زبان پایه دوازده هم ویژن 3 ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید زمانی که شما روی دکمه لایک میزنید الگوریتم ویدیو رو در معرض دیده شدن توسط افراد بیشتری قرار میده و منجر به رشد و بزرگتر شدن این کانال میشه با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهای از این قبیل کمک کنید خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه امیدوارم چه پرواز مثل اوقات و چه سینخیز مثل لاک پشت همیشه و همیشه رو به جلو باشید یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است بهترینا رو براتون آرزو میکنم خدا نگهدارتون ارادتمند و دوستدار همیشگی شما ابوذر حسنوند اموزاده have a nice time and be glad.